الله لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله به الله الله، الله نام پروردگار زیبایی ها سلام بر شما عزیزان همراه وقت گرانقدر شما عزیزان بخیر خیر باشه و خوشی و سلامتی انشالله در خدمت شما عزیزان هستیم در شام ولادت سراسر سر نور حضرت معصومه سلام الله علیه ها تبریک ارز میکنیم به یک که شما عزیزان همراه مخصوصا شما خواهران و مادرانی که بیننده برنامه خودتان به وقت بیداری از رسانه جهانی هادی هستید برنامه امشب آغاز میکنیم شما را دعوت میکنیم به گفتگوی امشب با حضور ارزشمند جناب استاد موسوی. سلام علیکم استاد خوش آمدین تبریک ارز میکنم و علیک السلام محضر شما و همه بینندگان عزیز فرضی درود و سلام و احترام داریم در خدمت شما هستیم بسیار خوشحال هستیم که استاد امشب برنامه ما مصادف شد با شام ولادت حضرت معصومه علیه السلام و سعی کردیم که باز هم مثل همیشه از این فرصت هایی که به برنامه بالاخره متقارن میشه فرصت های ارزشمند ولادت های سراسر نور بزرگان و مخصوصا حضرت معصومه علیه السلام که امشب در واقع ما میخوایم در مورد جایگاه دختران در آموزه های دینی از شما استاد عزیز بشنویم و یاد بگیریم و ما سعی میکنم که بیشتر ساکت باشم و از فرمایشات شما ان شاء الله بهره مند سلامت باشید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لعنت الله على اعدائهم اعداء عضائ الله اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین بنده هم به نوبه خودم عرض تبریک و تهنیت دارم این مناسبت فرخنده رو خدمت همه بینندگان عزیز مسلمانان مؤمنین شیعیان و آرزومندیم که خدای متعال در دنیا زیارت بیبی معصوم سلام علیها ها رو که سبب داخل شدنی در بهشت است طبق روایات نصیب ما بکنه و در آخرت هم همه ماها رو مشمول شفاعت بیبی بی انشالله قرار بده که در زیارت نامه بیبی بی با تعلیمی که حضرت رضا علیه السلام به ماها داده اند و زیارت نامه معصور دارند که از معصوم به ما رسیده این جمله رو با افتخار میخونیم که یا فاطمه تو اشفعیلی فی الجنه فا این لکه عند الله شعن من الشأن. یعنی فاطمه ای معصومه برای ماها شفاعت کن در پیشگاه خداوند متعال چرا که تو دارای آبروی بسیار خاصی هستی در پیشگاه خداوند متعال این یک واقعیتیه لذا چندین تن از امامان معصوم در رابطه با حضرت معصومه سلام الله بیان واضح و روشن دارند که سراحتا جایگاه حضرت رو ستودن و نسبت به زیارت و انس با این بیبی قدسی و بهشتی تأکید کردند. خدا کنه انشاءالله همه ای ما در مقام عمل هم بتوانیم خودمون رو به شهر مقدس بیبی بی, بی معصوم ها برای زیارتون حضرت برسانیم و به اون آرامش ویژهی که در اونجا حاکم است برسیم یک واقعیتیه در همه حرم ها انسان آرامش پیدا میکنه ولی در حرم مولا امیر علی علیه و السلام مولا بنده شاید این مثلا تجربه دینی رو اونجا داشتم یک آرامش خاصی پیدا میکنه و همینطور وقتی میاد حرم حضرت محسوم سلام علیه ها شاید خیلی از بینندگان این عرایز بنده رو تصدیق شاء انشالله که خداوند به همه ما به همین زودی توفیق بده که تا برسیم به پابوسی حضرت انشالله الله ایام ولادت نورانی آقا علی و سید علی ای صلوات و سلام هم هستیم و ای ایام ایام بسیار مناسبی است در ماه ذی ماه زیارتی بزرگواران انشالله هر کی حالا چه اونهایی که توفیق دارن در شهر مقدس قوم زندگی میکنن و ما رو میبینن و چه کسانی که دوست دارن و انشاالله زیارت خواهند رفت هم نایب زیاره ما و شما استاد عزیز باشه وقتی که دوستان شما رو در برنامه زیارت میکنن در واقع بیشتر دوست دارن که از آیات قرآن بشنون مثل و بشن. جایگاه دختران در از در آموزه های دینی در واقع شاید به عنوان بحث های ابتدایی و مقدماتی در همین بخش اول ما میخواییم که کمی از شما بشنویم از آیات قرآن و در واقع آن چیزی که قرآن در مورد جایگاه به ما یاد میده انشالله محضر بندگان عزیز عرض بکنم همونطوری که اشاره فرمودید خب قرآن کتاب هدایت است برای همه ما و چی بهتر که ما سراغ قرآن و اهل بیت با هم برویم که در ادامه بحث از روایات نورانی اهل بیت علیه السلام هم استفاده خواهیم کرد اما جایگاه دختر در حقیقت در آموزه های قرآنی بله. و روایی در قرآن کریم برخلاف اون فرهنگ منحت دوران جاهلیت که دختر را ننگ و آر می دانستن. در قرآن کریم جایگاه ویژه‌ای برای دختران قائل شده در دوران جاهلیت در آیات قرآن کریم هست که وقتی کسی رو خبر میکرد که خانه ای تو دختر به دنیا آمده بعد و اذا بشر احدهم هم بالانسا زل و میگه وقتی خبردار میشد که خانهش دختر شده چهره اون چهره اون فرد از شدت عصبانیت و خشم و غذب سیاه میشد یتوارا من القوم من سوء ما بشره به متواری میشد از بین قوم از این خبر بدی که بهش داده بودن بعد در این فکر بود که ای امسکه علی هون ام یدسه فی آیا با کلی از ننگ و آر این دختر رو نگه دارد یا ای زنده به گور کند جریان زنده به گور کردن دختران توسط اعراب جاهلیت و دیگران غیر از اعراب در همون زمان این باب بوده دختران رو بسیاری از ملت ها به رسمیت نمی و برای اینها کرامت انسانی قائل نبود زنده به گور میکردند مخصوصا در عرب که جاهلیت آنها مثال زدنی بود در اون زمان و به همین جهت هم پیامبر خداوند در بین اعراب جاهلیت مبعوث کرد که بیاد با مرکز جهل و نادانی در حقیقت مبارزه بکند در قرآن کریم برخلاف این فرهنگ منحتی که در میان اعراب جاهلی بود برای زن و دختر جایگاه بسیار ویژه قائل شده بله. و به همین جهت پیامبر اسلام در مهمترین برنامه های اجتماعی و دینی زنان را سهیم میدانیست دختر خودشون رو که پیامبر که فاطمه زهرا سلام الله ها بود دخالت میداد یکی از اون نمونه هایی که پیامبر اسلام این مقام قدسی و عرشی بیبی بی فاطمه زهرا سلام الله ها را به همه ماها نشان داده است و رو دخیل در این امر مهم کرده است مسئله مباهله همه ماها میدانیم که قضیه مباهله در صدر اسلام بین اسلام و مسیحیت اتفاق افتاد با مسیحیان نجران و در سوره مبارکه آل امران آیه 61 خداوند متعال این جریان مباهله رو بیان کرده اونجا که میفرماید که فمن حاجی که فیه بعد ما جاک من العلم فقل تعال و ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين بله. اگر این مسیحیان با استدلال و برهان قانع نشدن و کماکان لجاجت کردند زیر بار حق نرفتن و حرف تو رو نپذیرفتن با اینا قرار مباهله بگذار مباهله یعنی دیگه نفرین بله. بر علیه یک دیگر به خاطر که قائل اختلاف بخوابد دیگه پیامبر این مباهله رو قرار گذاشت مسیحیان نجران رو دستور آمد از خدا که به اونا بگین مهمترین افراد از بین خودتون انتخاب کنید زنان و مردان ببینید همونجا خدا روی این نکته تاکید داره که از بین زنان هم زنان منتخبی باشد این خودش میرسانه که خدای تبارک و تعالی چگونه به مرد و زن نگاه مساوی در این امور معنوی دارد نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم از بین مردان از افراد رو با خودتون بیارید من شاید مثالم در این مورد است که پیامبر اسلام از بین همه زنان دخترشون رو فاطمه زهرا سلام الله علیها رو از بین مردان امیر المؤمنین و حسنین علیه مصلات و سلام رو این بزرگواران رو برداشتند و در میدان مباهله که قرار بود سرنوشت اسلام رو مشخص و معین بکنند و تعیین بکنند اینها را احضار کردن و حاضر کردن به عبارت دیگر شرط استجابت دعای پیغمبر در این برهه حساس بر علیه اون مذهب باطل مسیحیت تحریف شده حضور این چند نفر امیر امیرالمؤمنین است فاطمه زهرا سلام الله علیه و امام حسن و امام حسین علیهما السلام یعنی دعای پیغمبر اگر مستجاب می شود در اینجا به واسطه این است که دست فاطمه بالا میره این جایگاه بسیار جایگاه رفیعی است برای یک دختر که قرآن به صراحت بیان میکند مخصوصا با توجه به اون وضعیت حاکم فکری در زمان جاهلیت که دختران رو زنده به گور این یک قضیه است ببینید من میخوام عرض بکنم بندگان عزیز این نکته رو بفرمایید در تمام تمدن توحیدی الان من عرض میکنم وقتی ما به قرآن مراجعه میکنیم میبینیم که یک دختری یا یک زنی نقش اساسی داره این تمدن سازی که پیامبر اسلام مقدمه چینی میکرد برای این تمدن سازی و میخواست این تمدن اسلامی و توحیدی را که بر پایه نبوت پیامبر اسلام و آموزه های تمام انبیاء الهی است و بر پایه ولایت اوسیای آخرین پیامبر خدا هست ببینید چجوری شروع میکنه با حضور یک خانوم و یک بانو در حقیقت که دختر پیامبر اعظم باشد بله ده. استاد ما میخواییم که انشالله از فرصتی که در برنامه امشب هست بیشترین بهره رو ببریم حالا بخش اول که به پایان رسید و در بخش دوم و سوم که انشالله در خدمت خواهیم بود میخواییم که بیشتر به ما انشالله یادآوری کنید نکاتی که ما باید اجرا بکنیم باید رعایت بکنیم نسبت به دختران ما میرسیم. انشالله میرسیم در با ما باشید با به وقت بیداری فاصله بسیار کوتاه خواهیم گرفت و در خدمت همکاران عزیزمان در اتاق فرمان هستیم السلام ای مجدد اسلام ای بمعنا مبلغ احکام السلام ای کریم ای اطرت ای مدار سخاوت و اکرام باز هم تبریک ارز میکنیم به محضر یکایک یک شما همراهان عزیز شما خواهران و مادرانی که بیننده ای ما هستید برنامه به وقت بیداری و رسانه جهانی عادی که افتخار داره که همراهی شما ایزانو با خودش داره مثبت 964 780 255 40 در خدمت شما عزیزان هست حتما با این پل ارتباطی با ما در ارتباط باشین ما در همین ابتدای بخش دوم یک نمبر از نمبرهای شما بزرگواران که با ما در ارتباط بودین لطف کردین و به ما در واقع پیام خودتان رو به اشتراک گذاشتین اعلام میکنم مثبت 98 992 4 شماره آخر 9261 از جمهوری اسلامی ایران هموطن عزیزمان با ما در ارتباط بدن تشکری میکنیم از این بزرگوار جناب استاد مسیح در خدمت شما هستیم و ادامه فرمایش بزرگوار بسم الله الرحمن الرحیم همونطوری که عرض کردیم ببینید بحث ما در رابطه با جایگاه و شخصیت دختر از نگاه قرآن و روایات بله این واضحه که ما الان جایگاهی را که قرآن برای این شخص یعنی دختر و این شخصیت قائل شده اینو ما میخواییم تحلیل کنیم اصل بس این است بلی. که ما به این بپردازیم در قرآن عرض کردیم که نمونه هایی وجود دارد که نشان میدهد این تکریم فوقلاده اسلام از جنس زن و دختر را یکی از نمونه هاش شرکت دادن فاطمه زهرا سلام به عنوان یک دختر در مهمترین قضیه از قضایه اجتماعی اون زمان مسئله نفرین بر علیه مسیحیت تحریف شده اون زمان بود بلی. که این توضیح مسئله مواهله یکی دیگر از نمونه هاش بحث تطهیر پنجتن آل اباست که در میان این پنجتن اون نقطه مرکزی که در حدیث کسا روش برداخته و بحث شده است وجود نازنین و مقدس فاطمه زهرا سلام داری هست بله. با این توضیح که ممکنه کسی بگه آقا آیه تطهیر شنان جایگاهی برای زن حساب نمیشه ببینید عزیزان خواهران برادران این آیه تطهیر با اون شعن نزولی که در حدیث کسا که معروف است که شیعه و سنی حدیث کسا رو نقل کرده و اکثریت از مؤمنین اهم از شیعه و سنی محتوای کلی حدیث کسا رو بلدن که پیامبر اسلام در خانه فاطمه زهرا سلام علیها ها بودن طبق نقل شیعه بله. یا در خانه آیشه بودن طبق نقل اهل تسنن که احساس کردن وحی نازل میشه و بعد حضرت فرمود که اون کسای یمانی رو که یک بردی بود مثل عبای کسایی گفتن بدین که من خودم رو بپوشانم بعد اینجا حالت نزول وحی بود و پیامبر منتظر بود که یکی یکی اهل بیت یعنی امیر المؤمنین امام حسن امام حسین و فاطمه زهرا میان و از پیامبر درخواست میکنه که ما را هم اینجا در زیر کسا قرار بدی که ما مشمول اون دعای خاص تو باشیم که داشت دعا میکرد پیغمبر که خدایا این اهل بیت من هستن اینا رو پاک و متحر قرار بدی اون نکته مرکزی و مهم در حدیث کسا همون جریان مقدم چینی برای تمدن سازی است پیامبر اسلام میخواد برای مردم اون شخصیت هایی را که تأثیر گذار است در این تمدن توحیدی و ولایی برای مردم اینا رو نشان بده بلدش بکنه و آشکار کند و مردم را آگاه کنه که اینها هستند اونایی که از هر گونه پلیدی از هر گونه خطا از هر گونه اشتباه پاک و مبرا هستند و صلاحیت پیروی دارن اینا بله. در بین اینا همین جور که در حدیث کسا ما میخوانیم و هست وجود داره خداوند متعال به جبرئیل خطاب میکنه که برو سلام ما رو به پیامبر برسون و بگو که من این افرادی که زیر کسا هست رو دعای رو مستجاب کردم و از هر نوع پلیدی و خطا و اشتباه اینا رو پاک کردم جبرئیل امین سوال میکنه که یا رب و من تحت الکسا چه کسانی زیر کساست در پاسخ خداوند متعال میفرماید که در زیر کسا هم فاطمه تو و ابی ها بلده. و ابو ها زیر کسا فاطمه است و پدر فاطمه فاطمه است و همسر فاطمه فاطمه است و... حضرت احسن میخوام بگم که یک دختر است برخلاف اون فرهنگ منحت که عرض کردیم که زنده به گور میکردن اینو ما باید دقت کنیم بعد حدیثی کسا ادامه پیدا میکند به جایی میرسد که همین دختر و همین زهرای مرزیه را از جمله افرادی قلم داد میکند که تمام این ماسه و الله و این عالم وجود به توفیلی وجود او آفریده شد بله. اینی ما خلقت و سما ام مبنیه ولا عرض ام مدهیه ولا تا آخر که ولا فلک یدور تا آخر هیچ کدوم از این عالم را عوالم را ایجاد نکردن مگر به توفیلی اینها این پنجتن که اهل بیت پیغمبران همین پنجتن آل عبا که میگیم پنجتن آل عبا لا. خب ببینید در اینجا خب این نقش محوری بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها برای کسی پوشیده نیست بر برمیگردم به همون جمله‌ای که اول بحث اشاره کردم که در این تمدن توحیدی اسلامی یک دختر نقش اساسی دارد که فاطمه زهرا سلام الله علیها باشد به این معنا که در اینجا در آیه تطهیر به عنوان یک زن مقدس و متهر و خطا و معصومه برای مردم معرفی می شود و از نسل این شخصیت است که اوسیای پیغمبر به دنیا میاد و این ارز کنم خدمتون که تمدن توحیدی را در جهان منتشر میکنه این نمونه دوم از ارج نهادن قرآن به مقام زن و دختر نمونه های زیاد دیگه هم داریم از جمله این که همین تمدن عیسوی که یک تمدن توحیدی بود که حضرت عیسی سلام الله علیه بناگذاری کرد نقطه اساسی این تمدن عیسوی عیسوی باز هم یک بانوی است به نام حضرت مریم سلام الله برین سوره مریم رو بخوانند ما این حرفا رو که میگیم به خاطر این است که یک عده های مغرض در فضای مجازی شروع کردن که اسلام برای زن جایگاه قائل نیست خب سوره مریم ببینید و این نیست هم ها از اسم حضرت مریم از نزول فرشتگان از رزق بهشتی که برایش میاد از تقدسی که دارد از عنایت ویژه خدا که روح القدس رو در وجود مریم قرار میده در حالی که مریم یک دختر است و او را به عنوان خادم بیت المقدس میپذیرد که خدا میگه من خودم میدونم که کی مناسبه او را به عنوان خادم بیت المقدس میپذیرد و او میشود تاثیرگذار در کل این عالم هستی که یک پیامبر العزم از دامن او برای بشریت هدیه داده میشه خب این جایگاه کمیه برای دختر برای زن الان تمام مسیحیان با کمال احترام و تمام مسلمانان و اهل توحید از حضرت مریم یاد میکنن بله. چرا که قرآن شما برین سوره مریم رو بخونید بیش از آنی که حضرت عیسی در این تمدن عیسویت دخالت داشته باشد حضرت مریم دخالت داره بیش از آنی که حضرت عیسی رو ستوده باشد در قرآن مریم ازرا را ستوده است که میفرماید و کانت من القانتین شرط اینه ما نمیگیم که حالا ما باد به قبقب قب بندازیم و عرض کنم خوشحال بشیم که پس دختر ما هم تمام مقامات داره نه جنس زن رو خدا این مقامات داره شرایطی داره البته این مقامات رو داده با شرایطی از جمله شرایطی که کانت من القانتین او از جمله کسانی بود که مطیع محض خدا بود زنی که دین و اسلام و قرآن رو رعایت بکند به جایی میرسد که این مقامات رو پیدا میکند به جایی میرسد که امام کاظم علیه السلام که امام معصوم است میفرماید ابو فداها در جریان حضرت معصوم سلام ها که شام ولادت حضرت هم هست بله. وقتی سوالات مردم رو بیبی بی جواب داده بودند و امام کاظم نبود بعد این افرادی که سوالات رو جوابش رو گرفته بود در مسیر را اتفاقی با امام کاظم روبرو شد و حضرت سوالات رو نگاه کردند دیدن جواب که داده شده صحیح هست اونجا در مقام تجلیل از بی بی معصوم سلام الله علیها فرمود که ابوها فداها جان من امام کاظم فدای چون این دختری این یک نمونه ای که در تمدن عیسوی هم باز ما میبینیم که یک دختر دخالت دارد که حضرت مریم باشد در تمدنی که حضرت موسی علی نبینا و آلیه و علیه السلام برای بنی اسرائیل ایجاد کرد که از اون وضعیت پرستش سهره و فرعون بله. از اون که یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم فرزندان اینا رو زب میکرد زنان اینها رو به اسارت میبرد و از اون وضعیت اونها رو نجات داد یک تمدن عرض کنم که الهی و توحیدی رو پای ریزی کرد باز میبینیم یک دختری اونجا نقش دارد به نام دختر حضرت شعیب سلام الله علیه که وقت حضرت عیسی از م... م... میاد وارد مدین میشه اونجا با دختر شعیب سلام الله ما روبرو میشود در اون وضعیتی که ایشون میخواست گوسفندان خودشون آب بدن با با حیا یک جای نشسته بود و خلاصه جریان اینه که حضرت عیسی اونجا آشنا شد و بعد رفت حضرت شعیب ایشون استخدام کرد و اون دختر بود که سفورا اون دختره که میاد همسر حضرت موسی میشود و با موسا هم مسیر میشه و میتواند اون شرک و بت پرستی و فرعون پرستی رو در مصر قلقم بکنند و یک تمدن توحیدی رو پایه‌گذاری بکنند این هم یک نمونه است باز نمونه های دیگر هست اگر فرصت هست که اشاره کنیم بل. بله میخوایم فرصت بفن. بیشتر در اختیار شما بشه استاد و جایگاه در واقع دختر و زن در آموزه های دینی میخوایم که کمی مرموزتر، کمی امروزی و در واقع وضعیت از بله. و دختران امروز هم کمی بیشتر بپردازیم پردازشش به همینه ببینید شما الان حضرت موسی است که پیغمبر است اولوالعزم و معصومه این میاد با نهایت خستگی پناه بله. میبره به یک سایه ای میبینه که یک دختری دو تا دختری اینجا هست ببینید اوصاف اینا قابل تأسی برای ماست دختری که قرآن ازش تجلیل میکنه این دختره که وقت حضرت موسی اینا رو دید کنار نشستن گفت برای چی شما نمیایید گوسفندانتون آب بده گفتن اینایی که اینجا هستن خب نامحرمن میترسیم اینا مزاحم ما شوند ببینید این حجب و حیا و این فاصله گرفتن از نامحرم رو اینجا قرآن به عنوان یک صفت خوب برای اینا یاد میکنه بعدم وقتی در مسیر راه داشت می آمدن به سمت حضرت شعیب که گفت بیا که اجر مزد و اجر شما رو به, ما به شما پرداخت بکند تمش الاستحیا این این دختر با حیای کامل راه میرفت. یعنی چی؟ یعنی در همون راه رفتن هم خدا رو میدید بله. و در همون راه رفتن هم اطاعت خدا میکرد بله. اینطوری نبود که مثلا خدای نکرده با این وضعیت بلنگاری که الان در فضای مجازی وجود داره و همچنین در فضای حقیقی هم الان دیگه میبینیم که باب شده اینجوری نبودن این دختران دختران باید قدر خودشان رو بدانند هر چقدر حجب و حیا بیشتر به همون میزان دین و پایبندی انسان بیشتره که من لا حیا الله لا دین الله دلی. این هم یه نکته ای که خواستم اشاره کنیم که یک بحث کاربردی تری باشد برای عزیزان بسیار شکر، انشاءالله در بخش بعد ادامه خواهیم داد. سلام در, در شام ویلاد میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها با افتخار همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. اللهم صل محمد المصطفى وحسين الشهيد ومحمدٍ النّبي درود و احترام مجدد محضر شما بزرگواران تشکر میکنیم بسیار ویژه از همکاران عزیزم در اتاق فرمان به خاطر پخش این حدیث نورانی از حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم و همچنان ما موضوع برنامه امشب در مورد جایگاه دختران در آموزه های دینی هست قبل از اینکه به محضر استاد عزیز جناب حاج آقای موسوی برگردیم ما وظیفه خود میدانم که تا پول ارتباطی رو باز اعلام بکنم و یکی دو نمبر از شما بزرگوارانم حتما اعلام بکنم نمبر مثبت 964 780 255 40 13 در اختیار شما ایزان هست همانطور که عزیزان دل ما با نمبر های مثبت 93 77 4 شماری آخر 70 41 و مثبت 93 77 4 شماری آخر 56 38 با ما در ارتباط بدن سوالاتی داشتن که کارشناسان قول دادن که در برنامه روز سی شنبه حتما به این سوالات پاسخ بدن. در خدمت شما هستیم. جایگاه دختران در آموزه های دینی و جناب استاد موسوی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. من کلیات بحث را اشاره کردم بله. که شما هر تمدن تاثیرگذاری بر بشر رو که وجهه دینی و توحیدی دارد در نظر بگیرید حتما یک زن و یک دختر در اون تمدن نقش اساسی داشته هم در تمدن اسلامی و هم در تمدن عیسویت هم در تمدنی که حضرت موسا در اون عصر ایجاد کرد به وجود آورد اینا نشان دهنده اینه که اسلام و قرآن و خدا جایگاه ویژه‌ای برای دختر قائل است و جنس زن را یک جنس تأثیرگذاری در جامعه می‌بیند یعنی میخواد بگه بابا تو با ارزشی خودت رو به سمن بخص نفروش با تننازی و عشوهگری و بیهیائی و ارز کنم که لا، لاوبالگری و اباهگری با اینا خودت رو ارزان نفروش و شراوه به سمن بخص دراهم معدوده شما که امروز جایگاه خودت نمیشناسی و اتفاقا یک حدیث داریم که من هاند علیه نفسو فلا تأمن شره کسی که در پیش خودش حقیر و کوچک بشه از شر او در امان نباشید یعنی حتما یک شر برای شما میرسانه اگر دختران و زنان جایگاه خودشون رو در این عالم هستی اونچنانی که قرآن تعریف کرده بدانند هیچ وقت ارزش خودش رو به تنازی و اشوگری برای چهار تا نامحرم نمیبینه بله. در قرآن کریم ببینید در جایگاهی که خدا برای قرآن برای زن و دختر قائل شده دقت کنید به سوره مبارکه کوسر خداوند متعال بعد از اون همه عرض کنم التماسی که پیغمبر کرد که خدای فرزندی ما رو اینا مثلا مسخره میکنن میگن تو ابتری و کسی نداری و بعد از تو جانشینی نخواهد بود و از این حرفا خیلی پیغمبر استقاسه میکرد بعد از چهل روز خداوند متعال نور مقدس فاطمه زهرا سلام الله ها رو در صلب پیغمبر قرار داد و بعد از آنی که فاطمه زهرا به دنیا آمدن سوره کوسر نازل شد انا اعتینا کل کوثر ما خیر کثیر به تو دادیم کوثر رو دادیم بعد میفرماید که فصل لرب بکون هر این هدیه اونقدر با ارزش است که برای خاطر این هدیه باید نماز شکر بخوانی و برای خاطر این باید نهر کنی قربانی کنی اینجوری نیست که ما بگیم حالا برای خانه کسی که دختری به دنیا آمد مثلا اهمیتی نداشته باشه یا اگر پسر آمد اهمیت داشته باشه دختر آمد اهمیت نداشته باشه این جایگاه دختر در دین رو به وضوح نشان میده که به پیغمبر میگه به خاطر این نعمت و شکران این نعمت نماز بگذار و نهر کن در قرآن کریم در جای جای قرآن باز هم میبینیم که زنان زنان تأثیر گذار در تاریخ زیاد بوده در تاریخ معنوی و شریعت زن فرعون هست در جنبه مثبت. زن حضرت لوط هست در جنبه منفی بله. که ما اینا رو اگه بخوایم همه رو بپردازیم دیگه به آخر بس نمیرسیم ما میخوایم یک شمه هم از روایات در این زمینه خدمتتون بخونیم در روایات هم جایگاه عجیبی برای دختران قائل شده یکی از اون جایگاه ها که در روایات قائل شده اینه که تعبیرات خیلی زیبایی در مورد جنس دختر در روایات به کار برده شده مثلا تعبیر به ریحانه کردن یعنی دست گل یا قواریر تعبیر کردن یعنی خندله های از مروارید تعبیر به ریحانه در یک متن حدیث اینچنین آمده که خانه پیامبر اسلام دختر شد وقتی اصحاب پیامبر شنیدن پیغمبر وقتی اینا نگاه کرد دیدن که اینا با چهره های غمگین و خشمالود داره ابراز نارضایتی میکنه از این حادثه ای که پیش آمده چه حادثه ای که در خانه پیغمبر دختر به دنیا آمد. پیامبر اسلام فرمود خدا گلی به من داده که او رو می با افتخار و رزقه علالله رزقه علالله روزیش هم تازه به گردن خدایه شما غصه روزی او. یعنی کسی که خدا روزی رو زمانت کرده این یک جریان یک جریان دیگر در همین ریحانه در همین در روایات ببخشیم در روایات آمد تعبیر به هدیه است هدیه خدا در قرآن هم البته در سوره مبارکه شورا آیه 49 تعبیر به هدیه شده اونجا میفرماید یهب لمن یشاء اناسن خدا هدیه میدهد به هر کسی دوست داشته باشد فرزند دختر هدیه خداست در این حدیث یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام خانش دختر به دنیا آمده بود بعد به خاطر این جهت که میخواست به سر به دنیا بیاد دختر به دنیا آمده بود ناراحت بود امام صادق علیه السلام یک سوال ازش پرسید که آقا اگر خداوند همین الان به تو وحی کند که من میخوام یک هدیه به تو بدهم و از تو سوال میکنم که آیا من خودمون هدیه را انتخاب کنم یا تو میخوای انتخاب کنی در جواب خدا چی میگی این صحابی امام صادق عرض کرد تو قطعا میگم خدای تو انتخاب کن بله. که تو عالم على سر و تو تمام خفیات را عالمی تو میدونی که چی به من هست امام صادق علیه السلام فرمود خدا برای تو دختر انتخاب کرده او هدیه خدا همین دختر است که یه اناس بعد برای تو هم دختر انتخاب کرده بعد حضرت سخنشون رو اینچونی ندامت دادن من خیلی در این حدیث وقت فکر میکردم تحت تاثیر قرار گرفتم خواهران گرامی پدران و مادران که صدای بندره دارین خوب گوش کنید امام صادق علیه السلام فرمود جریان حضرت موسا و خز را در سوره مبارکه کف خوندی گفت بله خوندم در محضر شما خوندی بله. بعد خوندی اونجایی رو که حضرت خزر دستور پیدا میکنه یک پسر بچه رو بکشد گفت بله و بعد میگه خاندی که بعد در ادامه میگه که من این بچه رو دستور پیدا کردم به قتل برسانم چرا که این پدر و مادرش رو قرار بود مشرک بکنه جامعه رو کلا گمراه کند یک نسل رو گمراه کند به جای این فرزندی که به این شکل کشته شد خدا برای اونا یک فرزند اقرب و رحمایی میده یک فرزند مطیع و یک فرزندی که مهربانی بیشتری دارد و خیر کثیر بعد امام صادق علیه السلام فرمود که میدونی چی فرزند به جای اون غلام به اونا داد گفت نه نمیدونم فرمود که خداوند یک دختری به همون خانواده به جای اون پسر عنایت کرد که هفتاد پیغمبر از نسل اون دختر به دنیا آمد ده ده ده. ما نمیدانیم که خیر ما در چی چیزیه و عصا ان تکره و شیئا و هو خیر لکم هنوزم در جامعه ما افرادی هستن, هستن بله واقعا افرادی هستن که اگر زنش مثلا خانومش دختر به دنیا بیاره میگه تو مقصیری که دختر دختر زه هستی خب بابا اولا که این تولد دختر انتصاب به زن ندارد یعنی تقصیر زن نیست بلد. همون مقداری که زن در متولد شدن فرزند با عنوان دختر نقش داره مرد هم نقش داره هر دو تا با هم دیگر در این قضیه نقش دارن و بعد ما اصلا داریم همه الان هم افراد داریم که این قضیه رو یک چیز منکری میدونه که یک زن پشت هم دو سه دختر بیاره پسر نیاره خب بابا این دست خودش نیست خدا میداند که چه هدیه‌ای به شما عنایت کند و خدا میداند که خیلی تو در چی چیزیه اینم یک حدیث در این زمینه که از دختر تعبیر شده به هدیه الهی هدیه سه دقیقه استاد بله. من سعی میکنم در این سه دقیقه خیلی خلاصه محضر عزیزان روایاتی که در این زمینه وجود دارد رو عرض بکنم خیلی سرفصلای کوتا یک حدیث در این زمینه از امام صادق علیه السلام هست خیلی زیباست که میشه اصلاً این رو یک عنوان مستقل در این بس قرار داد و اون عنوان مستقل این است که آقا استحباب دعا برای دختردار شدن امام صادق علیه السلام می‌فرماید که مستحب است انسان دعا کند که خدا برای فرزند دختر عنایت کنه حالا دلیلش میگم بعد حضرت فرمود که اون دعاهای حضرت ابراهیم در قرآن رو برای فرزند دار شدن دیدید حضرت ابراهیم از خداوند دختر میخواست متن روایت اینه که حضرت فرمود که ان ابراهیم سال ربه ابنتن یه دختری میخواست که تبکیه و تندبه و بعد موته ای که کانون خانواده رو لبریزی از عاطفه بکند کی ای کار میکنه دختره اونایی که دختر ندارن خیلی یه عرض بندر متوجه نمیشه وقتی که خدا به اونا یک دختر عنایت میکنه میدونه که چقدر در این خانواده مهر و محبت میاد بله. چقدر در این خانواده مهر و محبت میاد و اتفاقا الان بذار بگم به بنندگان عزیز همین دو سه روز پیشم خدا به ما یک دختری داد به, به. الحمدلله ولی همین مقارن با ولادت حضرت به به. معصومه سلام الله ها و اون شور و شعفی که در منزل ما به خاطر اومدن این دختر به وجود اومده واسه ناپذیر الحمدلله این حدیث مال امام صادق علیه السلام که فرمود از خدا بخواهین خدا برای شما دختر بده بعد فرمود پیغمبر افتخار میکرد از افتخارات پیغمبر این بود که کان رسول الله ابا بناتن پدر دخترانی بود که اونا رو با کمال افتخار بزرگشون کرد امام صادق علیه السلام فرمود من آل سلاس بناتن او سلاس اخوات وجب الله جنه کسی که خرج و مصارف سه تا دختر رو تأمین کند و اینها رو بزرگ بکنه یا سه تا فرق نمید. دختر خودش باشه یا خواهرش باشه او اخوات وجب الله الجنه بهشت بر چنین فردی واجب می شود پیامبر اسلام فرمود نعمل ولد البنات بهترین فرزندان دختران هستند که ملفات و اینا از برای الفت گرفتن با انسان خوبه مجهزات اینا کارآمدند در جامعه معنیسات با انسان اونس میگیره مبارکات اینا سبب برکت و ارز کنم خدمتون که ملقیات ملفیات ببخشید در این حدیث اینجوری که اینا نسبت به پدر و مادر علاقه مندند و الفت بیشتری دارن رحم بیشتری داره. همینجور هم هست به پدران و مادران تصدیق میکنن که وقت پسر میاد ازدواج میکند و گرفتار مشغله تأمین معیشت و زندگی خودش میشه کمتر وقت میکنه به مادر سر بزنه بله. برخلاف دخترها که همیشه دیگه هر روز کنار مادر و پدر غمخوار مادر و پدر هستن بسیار تشکر استاد تبریک از می سلامت بلادت دختری گلتان انشالله و از طرف عزیزان هم به شما تبریک از میکنیم انشالله که در برنامه بعد هم شما را در این جایگاه زیارت کنیم انشالله با ولادت تو یا فاطمه معصومه آسمان به زمین نزدیک شد و گفت خوش به حالت که چنان در گران قدری خدا به تو عنایت کرد که امروز دخترانه این سرزمین و این دنیا به آن افتخار میکنند با شما بودیم بسیار خوب بود شام ولادت حضرت مسوم سلام الله علیه ها را باسم به شما تبریک از میکنیم و از همه شما التماس دعا داریم و شما را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم